سلام، من شهریار هستم، اینجا پارسی تی وی. با برنامه دیگه اومدیم خدمتتون، این دفعه در مورد تاثیرگذارترین زنان کارگردان تاریخ سینمای ایران. پس با ما همراه باشید. پیشاپیش مرسی از اینکه پایین همین ویدیو عضو کانال ما میشید و با زدن دکمه زنگوله از ویدیوهای جدید ما هم مطلع میشید. همچنین با لایکتون از فعالیت‌ها و کارامون حمایت میکنید. به مناسبت سالروز درگذشت شهلا ریاحی به عنوان اولین کارگردان زن تاریخ سینمای ایران، در سال 1335 برای فیلم مرجان نگاهی داشتیم به بهترین کارگردانان زن چند سال اخیر سینمای ایران. پس با ما همراه باشید. پوران درخشنده. پوران درخشنده متولد 7 فروردین 1330 در کرمانشاه. فارغ التحصیل سینما، با گرایش کارگردانی از مدرسه عالی تلویزیون و سینما در سال 54 و لوح افتخار درجه یک هنری معادل دکترا از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داره. توی دانشگاه هم پزشکی قبول شده هم سینما، اما ترجیح داده رشته سینما رو بخونه چون براش دنیای جذاب تری بوده. 3 تا خواهران و 3 تا برادر، 2 تا برادر بزرگتر از خودش داره و خواهر بزرگ خانواده است. میگه مادرم همیشه با تشویق کردنم تأثیر بسزایی روی من داشت. بعد از فارغ التحصیلی در سال 54 در سازمان صدا و سیما شروع به کار میکنه و در همان سال اولین فیلم خود به نام تاون که درباره بیماری تاون در کردستان در سال 1326 رو تهیه میکنه. فیلم رابطه در سال 65 اولین فیلم بلند سینماییشه. پرنده کوچک خوشبختی در سال 66 دومین تجربه فیلم بلندشه. این فیلم موفق شد جایزه بهترین بازیگر خردسال جشنواره فجر رو در سال 66 به دست بیاره و در چند رشته از جمله بهترین بازیگر نقش اول زن و بهترین کارگردانی و تدوین و صداگذاری هم کاندید شد، ولی موفق به دریافت سیمرغ نشد. پوران درخشنده هیچ وقت مایل نبود از زندگی شخصی و علت ازدواج نکردنش صحبت بکنه، اما یه دختر خونده داره که اونو بزرگش کرده. عده‌ای میگن که این خانم خواهرزادشه که توسط او بزرگ شده. میگه مسیری که انتخاب کردم با این نگاه بود که چگونه میتونم به مردمم کمک بکنم، چگونه میتونم دردهای ناگفته و مردمی که دردهای اونها رو کسی نمیبینه به تصویر بکشم. پوران درخشنده عضو انجمن فیلمسازان زن آمریکا، موسوم به WIF و کارگردانان مستقل آمریکا، موسوم به IFP و مرکز بین المللی فیلم کودکان و جوان یونسکو هم هست. هیچ دخترها فریاد نمیزنن اثر ماندگار پوران درخشنده فیلمی ساختار شکنانه بود که موضوعی حساس در جامعه ایران رو به تصویر کشیده بود و در آن از سوء استفاده جنسی و اذیت و آزار کودکان صحبت میشد. نشریه معتبر رایتی ایالات متحده آمریکا نیز از این فیلم تمجید کرد و شهاب حسینی تونست با این فیلم جایزه بهترین بازیگر مرد رو از 12th دوره جشنواره بین‌المللی اکشن آن فیلم در کشور آمریکا به دست بیاره. آخرین اثر هنری خانم درخشنده در قامت کارگردان فیلم زیر سقف دودی بود که در سال 95 به نمایش عمومی درآمد. تخمینه میلانی. میلانی متولد 15 شهریور 1339 در روستای میلان تبریزه. فارغ التحصیل رشته معماری در مقطع کارشناسی از دانشگاه علم و صنعت. در بیمارستان آمریکایی‌ها در تبریز به دنیا آمده و پدرش مشهدی و پزشک بوده. مادرش هم اصالتاً ترکه. 8 سال در تبریز زندگی کردند. بعد از اون به قزوین رفتن و 8 سال همونجا سپری کردند. از 16 سالگی به همراه خانواده به تهران نقل مکان کردند و از اونجا به بعد در تهران به ادامه تحصیل پرداخته. اولین بار به عنوان منشی صحنه در فیلم خط قرمز حضور داشته و در کنار آن در کارگاه‌های آزاد فیلمسازی شرکت می‌کرد و بعدها شروع به نوشتن فیلمنامه می‌کنه. در سال 68 اولین فیلم خود به نام بچه‌های طلاق رو می‌سازه. این فیلم جایزه بهترین فیلم اول در جشنواره فجر رو از آن خودش کرد و با دریافت جایزه نقدی حاصل از جشنواره فیلم فجر به ادامه فیلم سازیش پرداخت. در سال 70 وقتی 31 سال داشت با مهندس محمد نیکبین ازدواج کرد. در دوران محمد خاتمی بعد از نمایش فیلم نیمه پنهان بازداشت شد. روزنامه‌ها جرم او را اقدام علیه امنیت ملی و تشویش اذهان عمومی و همکاری با گروه‌های معاند اعلام کردند. ولی میگه هیچگاه تفهیم اتهام نشد و بعد از 4 روز در انفرادی و 4 روز در بند عمومی زندان اوین با دخالت رهبری و رئیس جمهور وقت آزاد شد و بعد از اون به 5 سال تعبید محکوم شد. از آخرین آثار خانم میلانی میتونیم به ملی و راه‌های نرفتش تو سال 95 و آتش بس 2 در سال 92 اشاره بکنیم. چون در سال 2009 جایزه فیلم منتخب تماشاگران رو از جشنواره بین‌المللی فیلم داکا برای فیلم سوپر استار دریافت کرد. رخشانه بنی اعتماد. رخشانه بنی اعتماد متولد 14 فروردین 1333 در تهرانه.
فارغ التحصیل لیسانس رشته کارگردانی سینما از دانشگاه هنره. با منشیگری صحنه شروع کرده و حالا یکی از زنان نام‌آور عرصه هنریه. بعد از گرفتن دیپلم در رشته ریاضی به خاطر اینکه پدر نداشت و مادرش سرپرست خانواده بود، مجبور شد در کنار دانشگاه کار کردن رو نیز شروع بکنه. او همان سال در سال 1352 وقتی 19 ساله بود در دوره های 9 ماهه منشیگری صحنه شرکت و از آنجا به عنوان منشی وارد پشت صحنه فیلم و سریال ها شد. بعد از حضوری کوتاه به عنوان منشی صحنه عاشق رشته سینما شد و در سال 54 به دانشگاه رفت و در سال 59 فارغ التحصیل و سپس وارد گروه اقتصاد صدا و سیما شد. از سال 59 با مستندسازی وارد فضای سینما شد. او در چند پروژه دستیار کارگردان و مدیر برنامه‌ریز بود و با جمعی از تهیه کننده ها و پژوهشگرها و فیلمسازها در گروه اقتصاد تلویزیون همکاری داشت. در سال 66 وقتی 33 ساله بود اولین فیلم بلند خود رو با نام خارج از محدوده ساخت. سپس سال 67 فیلم نامه زرد قناری رو بازنویسی و کارگردانی کرد. سال 1370 هم به عنوان بهترین کارگردان جشنواره فجر دهم برگزیده شد. خانم بنی اعتماد در سال 53 وقتی 20 ساله بود با همسرش جهانگیر کوسری که 23 ساله بود و مدیر تولید و مفسر ورزشی ازدواج کرد. اولین فرزند این زوج در سال 54 یک پسر به نام تندیس بود که در حال حاضر در آمریکا زندگی میکنه. سال 64 هم باران کوسری متولد شد. رخشان بنی اعتماد با فیلم‌های روسری آبی در سال 73، بانوی اردیبهشت در سال 76 و زیر پوست شهر در سال 79 به شهرت و موفقیت جهانی دست پیدا کرد. روسری آبی نامزد پلنگ طلایی جشنواره فیلم لوکارنو و بانوی اردیبهشت جایزه ویژه و جایزه فیبرشی جشنواره مونترال را دریافت کرد. فیلم زیر پوست شهر بهترین فیلم خارجی زبان جشنواره تورین در سال 2001 و چند جشنواره دیگر شد و افتخار این بانوی کارگردان را پرآوازه کرد. در 18 آبان 1397 بعد از دور دوم تحریم‌های آمریکا، خانم بنی اعتماد و جمعی از هنرمندان و کنشگران با امضای نامه‌ای سرگشاده علیه تحریم‌های یک جانبه آمریکا از مردم جهان خواستند در برابر تحریم با مردم ایران هم صدا بشن. از آخرین آثار هنری خانم بنی اعتماد در قامت کارگردان میتونیم به فیلم قصه ها در سال 90 و فیلم خونبازی در سال 85 اشاره بکنیم. مرسی از این که تا این لحظه همراه ما بودید. خوشحال میشیم شما هم نظراتتون رو راجع به این بانوان موفق عرصه کارگردانی پایین همین ویدیو با ما به اشتراک بگذارید. راستی اگر هنوز عضو کانال ما نشدید خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیتامون حمایت بکنید.